درو دوستان انگلیسی مثل آبخوردن خوردن اینجاست با یک کلیپ آموزشی دیگه و در این درس یکی از ساختارهای پرکاربرد در مکالمه های انگلیسی و جملات انگلیسی که باید بلد باشید رو با هم مرور خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت این ساختار جز اولین و ابتدایی ترین ساختارها در مکالمات انگلیسی یعنی I am من هستم و به صورت مخفف I'm حالا جملات و عبارت هایی رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد که با ساختار I am یا I'm در انگلیسی استفاده میشن و کاربرد دارن فراموش نکنید برای دریافت ویدیوهای بعدی و کلیپ های آموزشی بعدی کانال رو سابسکرایب بکنید و با فشردن آیتم نوتیفیکیشن جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ ها به دستتون برسن و بتونید از اونها استفاده بکنید بپردازیم به, به ساختار I am یا I'm در انگلیسی I am happy. I'm happy. I'm یعنی من هستم. Happy یعنی خوشحال و خورسند. I'm happy. من خوشحالم. I'm happy. I'm happy. I am tired. I'm tired. Tired یعنی خسته خسته فیزیکی یا خسته جسمی. I'm tired. من خستم. امیدواریم که شما هرگز خسته نباشید. فراموش نکنید برای یادگیری خودتون هر جمله که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید. پس جمله اینه با هم می و تکرار می کنیم. I'm tired. I'm تایرد آی ام بورد آیم بورد آی من هستم بورد یعنی کسل کسی که خسته روحیه تایرد یعنی خسته جسمی و بورد یعنی خسته روحی یعنی یه جورایی کسل آیم بورد من کسلم آیم بورد I'm bored. I am confused. I'm confused. Confused یعنی گیت شدن یا سردرگم شدن. Confused یعنی سردرگم شده یا خود سردرگم. I'm confused یعنی من سردرگمم نمیدونم باید چیکار بکنم. ما به شما میگیم عزیزان دل که چیکار بکنید اینکه اگر میخواهید یاد بگیرید جملات و عبارت های این درس رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و برای یادگیری خودتون حتما با صدای رسا تکرار کنید و نحوه بیان خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره به اونها رو پیدا بکنید و رفت بکنید. جمله و عبارت اینه با هم می و تکرار می I'm confused. I'm confused. I am 23 years old. I'm 23 years old. I'm yani man hastam 23 yani bistusse 23. 23 years bistusse sal old. old yani se nosal ya pir. I'm 23 years old yani man bistusse salam ya man bistusse sal daram. حالا شما به جای 23 میتونید سن خودتون رو بذارید. ما از شما میپرسیم How old are you؟ یعنی شما چند سالتونه؟ در قسمت کامنت این مثال رو تغییر بدید و سن خودتون رو بنویسید. البته خانوما مستثنان. خانوما میتونن یه 20 سالی سنشون رو کمتر کنن و بنویسن. جمله و عبارتمون اینه I'm 23 years old. I'm 23 years old. I am hungry. I'm hungry. Hungry یعنی گرسنه. I'm hungry. من گرسنم. آقا ما گرسنمونه. گرسنی دانش و آگاهیم گرسنه انگلیسیم. I'm hungry. من گرسنم. I'm hungry. I'm hungry. I am nervous. I'm nervous. Nervous یعنی عصبی کسی که عصبانیه. I'm nervous. من عصبیم. I'm nervous. I'm nervous. I'm nervous. I am excited. I'm excited. Excited یعنی هیجان زده. I'm excited یعنی من هیجان زدم قطعا کسی که به انگلیسی علاقه منده هیجان زده است موقع یادگیری ما هم هیجان زده ایم و با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم. کنیم I'm excited I'm excited I am thirsty I'm thirsty Thirsty یعنی تشنه کسی که آب لازم داره Hungry یعنی گرسنه Thirsty یعنی تشنه I'm thirsty من تشنه هم. I'm thirsty I'm thirsty I am from Canada. I'm from Canada. I'm from یعنی من از فلانجا هم از کجا یا اهل فلانجا هستم کانادا I'm from کانادا من اهل کانادا هستم شما اهل کجایید Where are you from ما از شما میپرسیم Where are you from با این ساختار در قسمت کامنت پاسخ بدید تا خوب یاد بگیرید I'm from مثلا افغانستان I'm from ایران I'm from تاجیکستان I'm from ایراک I'm from India, I'm from Pakistan, اهل هر جا که هستید، دمتون گرم، خورسند و تندرست باشید. با هم نویسیم I'm from Canada. I'm from Canada. I am so tired. I'm so tired. so در اینجا یعنی خیلی یا بسیار tired یعنی خسته یا خسته جسمی یا فیزیکی I'm so tired یعنی من خیلی خستم البته شما خسته نباشید ما هم خسته نیستیم پر انرژی و پرتوان با هم انگلیسی یاد میگیریم I'm so tired من خیلی ام I'm so tired I'm so tired I am extremely tired. I'm extremely tired. Extremely یعنی به صورت شدید یا خیلی شدید یا شدیدن. Tired خسته فیزیکی یا جسمی. I'm extremely tired یعنی من شدیدن خستم. آقا شدیدن خدا قوت عبارت و جمله اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می تا یاد بگیریم. I'm extremely tired. I'm extremely tired. I am very happy. I'm very happy. Very یعنی بسیار یا خیلی happy خوشحال و خرسند. I'm very happy. قطعاً کسی که در تمرینات شرکت میکنه و یاد میگیره باید هم very happy باشه، خیلی خوشحال باید باشه. با هم می‌نویسیم و تکرار میکنیم. می‌کنیم. I'm very happy. من خیلی خوشحالم I'm very happy I'm very happy I am terribly hungry I'm terribly hungry terribly یعنی شدیدن یا فاجعه آمیز terribly یعنی خیلی شدید خیلی زیاد hungry گرسنه I'm terribly hungry. من شدیدن گرسنم. آقا یکی بیاد به ما قضا بده. I'm terribly hungry. من شدیدن گرسنم. I'm terribly hungry. I'm terribly hungry. I am super excited. I'm super excited. سوپر یعنی فوقلاده یا سوپر، Excited یعنی هیجان زده I'm super excited یعنی من فوق العاده هیجان زدم خیلی هیجان زدم که دارم انگلیسی یاد میگیرم شما هم قطعا هیجان زده اید که دارید انگلیسی رو به این سادگی با انگلیسی مثل آب خوردن یاد میگیرید I'm super excited پس اگر این طوریه در قسمت کامنت با هم می این لغت ها این عبارت ها و این جملات رو همین جا یاد میگیریم نه جای دیگه زمان یادگیریش همین الان نه وقت دیگه جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم. I'm super excited. من فوق العاده هیجان زده I'm super excited. I'm super excited. I am very nervous. I'm very nervous. Very یعنی بسیار nervous عصبانی یا عصبی Very nervous یعنی خیلی عصبانی I'm very nervous من خیلی ام شما عصبانی نباشید و البته ما هم عصبانی نیستیم خدا رو سپاس و امیدواریم که بتونیم مسائل زندگی رو به راحتی آب خوردن مثل انگلیسی مثل آب خوردن حل کنیم و پیش بریم جمله ها و عبارت ها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید I'm very nervous من خیلی عصبانیم I'm very nervous I'm very nervous بسیار هم عالی دمتون گرم خدا قوت عبارت ها و جملات رو با ساختار آی ام در انگلیسی با هم تمرین کردیم و با هم یاد گرفتیم اگر تا الان عبارتها ها و جملات رو در قسمت کامنت ننوشتید و فقط این ویدیو رو مثل یک فیلم سینمایی نگاه کردید خب اشتباه کردید برگردید از ابتدا کلیپ رو به صورت دقیق ببینید هر جمله و هر عبارت رو برای رشد اعتماد به نفستون در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا کنید و اونها رو رفع بکنید در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده می کنید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی ما در تیم انگلیسی مثل آبخوردن خوردن برای شما عزیزان خورسندی و خوشحالی، تندرستی و سلامت، صلح و صفاست در هر کجای دنیا که هستید.